امروز قراره با همدیگه بریم آشپزخونه مادر بزرگم و یکی از دستورات لذیذ و خوشمزه ایشون رو بهتون آموزش بدم. برانی سوتلی پلو، برنجی که مادر بزرگم در شب چله حتما و حتما تهیه میکردن، درست میکردن و معتقد بر این بودن که با خوردن این غذا بدن نیروی لازم رو میگیره و اون قدرت و قوت رو داره تا پاییز و زمستون رو به راحتی سر کنه. و من هم فکر میکنم مادر بزرگم بیراه نمیگفتن. این غذا یک غذای مقوی و بسیار مفیده. بریم تا با هم برانی سوتلی پلو رو بهتون آموزش بدم. اینجا من 300 گرم برنج رو شستم و با تقریبا نصف قاشق چای خوری نمک خیسش کردم. ۵۵۰ گرم کدوی حلوایی دارم که به این صورت مکعبی خوردش کردم. بهتره همه رو در یک سایز و یک اندازه خورد کنید که همزمان بپزه. و حالا از این کدوی حلوایی روی برنج میریزم. چرا این کارو مادر بزرگم میکردن؟ میگفتن برنج سنگینه و تهنشین میشه، بهتره که برنج رو ابتدا در کف ظرف یک مقدار بریزید و بعد بقیه رو به همین صورت لابلا تا اینکه ظرف شما پر بشه. برنج خامه، کدو حلوایی هم خامه عزیزان. از من میپرسن شما چرا غذاهای مادر بزرگتو فقط آموزش میدی؟ به دلیل اینکه اولا مادر بزرگ من از یک بخشی از ایران اومده که بسیار کهنه و بسیار تاریخی، غذاهای بسیار خوبی رو داره خطه آذربایجان، و مادر بزرگ من به واقع خودشون بسیار آگاه بودن توی رشته آشپزی. به خاطر همین حیفه که این دانسته ها رو من با شما عزیزان شریک نشم. بالاخره ما در این جهان هستیم که به همدیگه کمک کنیم. من میتونستم اینها رو نگم و همینطور الکی بیام چند تا غذا بهتون بگم و برم، حالا درست و غلطشم بمانن، ولی من احساس وظیفه میکنم. به خاطر همین فکر میکنم خوبه که با شما این رسیپی های ناب و تک رو داشته باشم تا هم سفره شما عزیزان پربرکت باشه و هم اینکه این غذاهای ملی کشورمون، ایران عزیزمون، به یادگار بمونه برای نسل آینده. امیدوارم شما هم موافق باشین و این ویدیوها رو اشتراک گذاری کنید تا دیگر دوستان هم ببینن و بهره ببرن. اینها غذاهای شناسنامه دار کشور ما هستن و حیفه که همینطوری ازشون سطحی گذر کنیم و به قول حافظ اون چی که خودمون داریم رو از بیگانه تمنا بکنیم. پس تا اینجا 300 گرم برنج رو شستم. برنج خامه، کدو حلوایی هم خامه. اینها رو لا به لا به همین صورت روی همدیگه اضافه میکنم. چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه برنج سنگینه و زمان پخت، اگر من برنج رو فقط اول بریزم بعد کدو حلوایی رو، برنج تهنشین میشه و اون موقع با هم خوب میکس نمیشه. و بقیه کدو حلوایی رو هم میریزم به این صورت. کدو حلوایی بایستی میزانش به مراتب بیشتر از برنج باشه. الان اینجا دو پیمونه یا 300 گرم برنج دارم و 550 گرم هم کدوی حلوایی.
اینجا حدود 670 میلی لیتر من شیر و خامه رو با هم میکس کردم. حدود نصف پیمانه خامه است و مابقی شیره. به این صورت. این غذا یکی از غذاهای شناسنامه دار آذری ها هستش و مادر بزرگ من به واقع این غذا رو خیلی خیلی خوب میپختم و ایشون از زردچوبه در غذاها به نحو احسن استفاده میکردم، به خاطر اینکه زردچوبه یک حالت آنتی اکسیدان داره و بهترین رنگ دهنده برای غذا هم هستش. چرا من خامه رو اضافه کردم توی این غذا؟ به خاطر اینکه یک مقدار خامه چربی بیشتری داره و این غذا اگر یک مقدار چرب باشه و از چربی حیوانی خوب مثل کره خوب و شیر خوب تهیه بشه خیلی خیلی خوشمزه میشه. و حالا 40 گرم کره رو به این صورت خورد کردم به صورت مکعبی و داخل این غذا به این صورت میریزم. و حالا اجاق رو روشن میکنم. ببینید تا این لحظه اجاق خاموش بوده، الان اجاق رو روشن میکنم تا این حد باشه، متوسط رو به بالا. چون برنج رو با نمک خیس کردم احتیاجی نداره الان بهش نمک اضافه کنم. نمک این غذا هم نباید زیاد باشه، تا حدی که یک کوچولو مزه بده به غذا اما شور و نمکی نباشه. اگر ظرف شما هم مثل ظرف من دسته دار هستش، دسته ظرف به داخل اجاق گاز هدایت بشه. این غذا نباید شیرین شیرین باشه، نباید نمکین نمکین باشه. حد وسط جوری باشه که هم شما شیرینی کدو تنبل رو حس کنید، هم یه مزه نمکی روی برنج رو احساس کنید. کل نمکی که من استفاده کردم حدود نصف قاشق چایخوری بوده، از اول تا انتها، از زمانی که برنج رو خیس کردم تا این لحظه کلن نصف قاشق چایخوری نمک اضافه کردم. کره ای هم که استفاده کردم کره بدون نمک بوده. اینا نکاتی هست که شما بایستی رعایت کنید. حالا میذارم اینجا برنج به آرامی برای خودش شروع کنه به همراه کدو تنبل بپزه. در ضمن زردچوبه این غذا رو خیلی مراقب باشید که زیاد نریزید، کمم نریزید. اندازه بریزید تا رنگی زرد و نارنجی بسیار ملایم و قشنگ داشته باشید. وقتی برنج و کدو حلوایی اینطوری پختش و شیر جذب برنج و کدو حلوایی شد، بقیه مراحل کار رو بهتون نشون میدم. بسیار خوب. من یه سر به این غذا بزنم ببینید. به به عالی. ببینید عزیزان، حرارت بایستی به گونه‌ای باشه که برنج و کدو حلوایی بپزه و همزمان شیر هم سر نره. مراقب باشید چون شیر خیلی سریع میتونه سر بره و هم اجاق شما رو کثیف کنه و هم این غذا اگه شیری که داره سر بره اون وقت برنج به درستی نمیپزه چون میزان شیر کم میشه. من برای چی دارم این کار رو انجام میدم با قاشق؟ به خاطر اینکه زمانی که شیر میپزه یه حالت کف روی برنج میشینه. با این عمل من دارم جلوگیری میکنم از اون حالتی که شیر ایجاد میکنه. ببینید الان شما کفی رو روی برنج نمیبینید، ولی اگر این عمل رو انجام ندید کف روی برنج قرار میگیره و یه حالت ناخوشایند میگیره، قیافه زیبایی نداره برنج شما. درب ظرف رو میذارم و از اینجا به بعد حرارت رو کم میکنم. دقت کنید حرارت رو خیلی کم کردم تا این حد و میذارم به آرامی دیگه برای خودش اینجا بپزه. آذری‌های اصیل و قدیمی مثل مادر بزرگ من
بورانی سوتلیپلو رو همیشه در شب چله با ماهی دودی میخوردم. یعنی یه تیکه ماهی دودی رو حالت بخارپز درست میکردن و با این غذای خوشمزه میخوردن. شوری و نمکین بودن ماهی دودی به علاوه شیرینی کدوی حلوایی و شیر یه طعم بسیار لذیذی رو به این غذا میداد. این مدل سوتلیپلو رو حتما بایستی با ماهی دودی سرو کنید. ولی یه مدل دیگه سوتلیپلو داریم که من آموزش دادم، اون رو باید با مواد شیرین مثل برگه زردالو، کشمش، قیسی، اینجور چیزها نوشه جان کرد. پس فرق این دو غذا در این هستش که این غذا با ماهی دودی شور پخته میشه، اما اون یکی سوتلیپلو یه طعم تقریبا شیرین به خودش میگیره و شیرینیشو از برگه زردالو و قیسی و کشمش و اینجور چیزها میگیره که خیلی هم لذیذه. به به، عالی. دقت کنید دوستان عزیز، شیر کاملا کشیده شده و الان زمانی هستش که من بایستی دمکنی رو بذارم. بذار یه ذره مزه کنم ببینم خوشمزه است یا نه. وای خدای من، محشره، محشر. این غذا رو شما درست کنید بعد ببینید آذری‌ها چه غذای خوشمزه‌ای دارن. الان زمانی هست که من بایستی دم کن بذارم روی این برنج. چه مدت زمانی بایستی دم بزنم؟ تا زمانی که برنج قشنگ تعدیک بگیره. چقدر طول میکشه برای تعدیک معمولی و تقریبا طلایی؟ 18 تا 20 دقیقه. برای تعدیک یک مقدار پررنگتر و یک مقدار خشکتر حدود 30 دقیقه، 25 تا 30 دقیقه. حالا به خاطر اینکه برنج من درست حسابی دم بکشه، شعله پخش کن رو میذارم روی، ببینید حرارت خیلی کمه، شعله پخش کن رو میذارم روی اجاق و ظرف رو میذارم روی شعله پخش کن. دسته ظروف هم حواستون باشه. برای مدت 20 تا 22 دقیقه، نهایتاً 25 دقیقه میذارم برنج اینجا دم بکشه. تعجب نکنید، برنج در این زمان کاملا دم میکشه و یه تعدیک بسیار خوشرنگ و طلایی خواهیم داشت. البته امیدوارم. این ماهی دودی هستش که من اینجا به صورت فیله شده از سوپرمارکت خریداری کردم. اما در گذشته مادر بزرگ من ماهی دودی رو که میگرفت شکمش رو اینا رو تمیز میکرد، پاک میکرد و بعد به صورت درسته یا به هر اندازهی که میخواستش میبرید و درون یک بشقاب میذاش و میذاش روی برنج تا دم بکشه. ماهی دودی رو نباید سرخ کنید، نباید بخار پز اونطوری بکنید. بهترین روشش اینه که همراه برنج خودش بخار پز بشه، چرا که وقتی ماهی نمک سود میشه یه جورایی میپزه، خود به خود به واسطه اون نمک پخته میشه. ما این گرما و بخار رو میدیم تا اون ماهی حالت تازه رو به خودش بگیره. اینجا چون من از اون ماهی ها نمیتونم پیدا کنم که توی ایران هستش، به همین دلیل از این نوع ماهی فیله استفاده کردم که دودی شده است و فقط و فقط دودی شده، هیچ طعم اضافی نداره. و به خاطر اینکه نمیخوام کف این قسمت ماهی حالت خیس بگیره، در ظرف کوچیکی به این صورت قرارش میدم و میذارم دقیقا اینجا تا هم بخار پز بشه و هم با برنج دم بکشه. عطر بسیار خوشی داره این ماهی. فکر میکنم غذای من الان کاملا تعدیکش آماده شده، چرا که 25 دقیقه است برنج رو من دم زدم. حالا به خاطر اینکه دقیقا متوجه بشیم که این برنج دم کشیده یا نه، میخوام روش و سنت قدیمی که مادر بزرگا استفاده میکردن، یکیشم مادر بزرگ خودم، بهتون بگم.
توی یک ظرف کوچیک یک مقدار آب میریزید. آب سرد هستش. نوک انگشتان رو داخل آب قرار میدید به این صورت و بعد به بدنه ظرف میزنید. حالا من این کار رو میکنم تا شما صدا رو قشنگ گوش کنید و ببینید که منظورم چیه. دقت کنید دوستان عزیز، دستم رو میزنم داخل آب و میزنم به بدنه ظرف به این صورت. ببینید آب که اینطوری کشیده میشه، یعنی که این برنج کاملا دم کشیده. غذای من آماده است، میره برای سرو. بسیار خوب. به به، چه عطری داره این غذا. ماهی کاملا بخار پس شده. ببینید عزیزان، این همون آبی هست که بهتون میگم بهتره که توی ظرفای گود این کار رو بکنید تا اینکه ماهی آبی که از خودش پس میده رو روی برنج نریزه. به امید خدا برش گردونم ببینم چی از آب در اومده. به به، عالی. ببینید چه رنگ قشنگی داره. خیلی عالیه. و الان ماهی رو به این صورت مادر بزرگم در مرکز غذا میذاشت که هم خود نمایی کنه و هم راحت تر بشه سروش کرد. این اون آبه. ببینید عزیزان، اگر توی ظرف گود این کار رو نکنید، این آب میچه که داخل برنج و برنج شما رو بدتم میکنه. بسیار خوب، غذای من هم آماده شد. برونی سویتلی پلو، یکی از غذاهای خوشمزه ما آذری ها و مخصوصا یکی از دستورات خوشمزه و لذیذ مادر بزرگم. ایشون شب چله این برنج رو آماده میکردن و معتقد بودن با خوردن این بدن قدرت میگیره، قوی میشه و پاییز و زمستون راحتی رو به سر میبره اون فرد. و منم فکر میکنم حرفشون درسته، چرا که کدو حلوایی، زردچوبه و شیر یکی از مقبل ترین غذاها هستن. ماهی هم که دیگه اومگا 3 داره و پروتئین حتما بایستی خیلی خوب باشه. حالا با اجازتون بذارید اول از نزدیک بهتون نشون بدم. ببینید چه رنگ قشنگی داره. 25 دقیقه این تعدیک خوب و قشنگ رو به من داده. خدای من شاهده، این غذا هم خوش رای هست هم لذیذه. حتما درست کنید. و خواهشی که ازتون دارم، غذاهای سنتی و ملی کشورمون رو اگر بلد نیستید، اول تلفظش رو یاد بگیرید، بعد اون رسیپی رو یاد بگیرید، بعد بیاید آموزش بدید، چون این خیانت در امانت یک ملته. لطفاً و لطفاً اسم غذاها رو درست بگید، چون من دیدم و کلن دستور این غذا رو یا غذاهای امثال این غذا رو به اشتباه آموزش میدم. این غذا هیچ گونه ادویه‌ای نداره الا زردچوبه. و اصلا زردچوبه رو برای این میزدن که توی زمستون بدن بتونه با بیماری ها و عفونت ها مبارزه کنه. عالی. چه عطری داره این غذا. بسیار خوش عطر و بسیار لذیذه. اولا به این برنج نگاه کنید، ببینید چه خوش رنگه. با زردچوبه رنگ این برنج به این زیبایی شده. کدوی حلوایی ببینید چقدر خوش رنگه. حرارت و سبک پخت در آشپزی شما حرف اول رو میزنه. نیایید جنگی بخواید برنج بذارید، خورشت بذارید، بعد بگید وای چرا خوب نمیشه. حرارت و سبک پخت بسیار مهمه. این از این. و
یک مقدار هم من از این ماهی، نمیدونید چه عطری داره این ماهی دودی، بسیار خوش عطر و خوش رایه هست. و حتما این نوع برنج آذری بورانی سوتلی پلو رو حتما بایستی با ماهی دودی بخورید، چرا که طعم شور و شیرین این برنج خیلی با هم هماهنگه. خب حالا با اجازتون یک مقدار از این رو مزه میکنم تا بهتون بگم که به واقع طعمش چجوریه. ببینید عزیزا چه رنگ قشنگی داره، مثل جواهر داره این کدو تنبل توی این غذا میدرخشه. عاشق مادر بزرگم هم و عاشق دستپخت ایشون و عاشق آذری ها با این غذاهای خوشمزه شون. خدای من شاهده یکی از خوشمزه ترین غذاهاست. اگر بخوام ازش تعریف کنم شاید برگردید بگید که چون خودش پخته، خودش آشپزی کرده داره تعریف میکنه، ولی خدای من بر سر شاهده یکی از خوشمزه ترین هاست که شما میتونید تو زندگیتون تجربه کنید. دوستان گیاهخوار یا وشتگیاه میتونن این برنج لذیذ و خوشمزه رو با شیر نارگیل درست کنن، خیلی خوشمزه میشه. و به جای ماهی دودی هم خب میتونید با طعم شیرین مثل قیسی، کشمش، گردو و اینجور چیزها، خلال بادون نوش جان کنید. ولی اگر میتونید با ماهی دودی یک بارم که شده تو عمرتون امتحان کنید ببینید چقدر خوشمزه است. طعم خوشمزه کدو حلوایی به همراه زردچوبه و شیر یه معجونی درست کرده که باورتون نمیشه. بعد ماهی دودی یه طعم خاصی رو به این غذا میده که خیلی با هم هارمونی دارن. باور کنید نمیشه طعمها رو براتون تشریح کرد، ولی بهتون فقط این رو بگم که خیلی خوشمزه است، با آدم حرف میزنه. و این غذا اگر یک کوچولو با کره چرب بشه و نوشه جان کنید معرکه است. امیدوارم از این غذا خوشتون اومده باشه و برای شب چله این غذا رو درست کنید. یکی از دستورات خوشمزه آذری هاست، مخصوصا آشپزخونه مادر بزرگم و سبک پخت مادر بزرگم که به نظر من یکی از بهترین هاست. اگر از این ویدیو خوشتون اومده، اگر چیزی آموختید، چه خوبه که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون این کانال رو معرفی کنید. و در نهایت تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدارتون.